هر لحظه‌ای که دفتر غم باز می شود، عالم ز غصه ها چو در آواز می شود. مرغان باغ روی چمن گریه می کنند، از عمرهای رفته به غم قصه می کنند. در قصه های درد مرا خواب می برد، در قصه های درد مرا خواب می برد. رنگ مرا چو تابش مهتاب می برد. راز مرا به روی جهان روش می کنی، خون مرا به جام ادب نوش می کنی، خون مرا به جام ادب نوش می کنی. آخر همای بخت من از غم پناه بکن، با جوی عشق رفته من یک نگاه بکن. من وصف جلوه های تو بسیار می کنم، وصف تو را به نامه اشعار می کنم. دارم امید آن که زماتم رها شوم، با عاصم شکسته دل هم نوا شوم، با عاصم شکسته دل هم نوا شوم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. خدا را هزار بار شاکر و سپاسگزارم که دوباره سلام خود را به محضر شما تقدیم می کنم. سلام و عرض ارادت و خسته نباشید دارم به محضر یکایک شما عزیزان بیننده برنامه ادبی نیستان. امیدوارم هر کجای عالم که قرار دارین لباس عافیت و تندرستی و تن داشته شاد کام باشید. باز هم خدا را هزار بار شاکر و سپاسگزارم که در محضر شریف شما با یک برنامه ادبی جدید و مهمان جدید قرار دارم و امروز مفتخرم که یکی دیگر از نخبگان علمی و اجتماعی و شاعر توانمند و نخبه این میهن را برای شما عزیزان و سروران ارجمند به معرفی می‌گیرم. شعری که در ابتدای برنامه تقدیم حضور شما عزیزان و سروران نمودم یکی از سروده های شاعر توانمند، ادیب و کارشناس مسائل ادبی در حوزه ادبیات فارسی جناب آقای عبدالبصیر بخشی می باشد. توجه کنیم که آقای عبدالبصیر بخشی کی هست، چه فعالیت های ادبی و فرهنگی داشته. عبدالنصیر بخشی در پنجم جوزای سال 1372 خورشیدی در یک خانواده روشنزمیر در ولایت پنشیر چشم به جهان هستی گشود. نامبرده در سال 1376 خورشیدی تعلیمات ابتدایی را در لیسه روخه به اتمام رسانید. عبدالنصیر بخشی در سال 1398 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به سویه لیسانس موفقانه فراغت خود را حاصل نموده است و در سال 1401 خورشیدی با سپری نمودن آزمون کانکور برنامه ماستری زبان و ادبیات فارسی دری این پوهنتون موفقانه را یافت و اکنون مصروف دروس ماستری خیش در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می باشد. همچنان کارهای رسانه‌ای خیش را نیز تا فی الحال تداوم بخشیده است. نامبرده طی چندین سال کار در رادیو و تلویزیون تلاش‌های خستگی ناپذیر به هدف ترویج، گسترش و نهادینه ساختن فرهنگ آزادی بیان در کشور به خرج داده است و با تعداد جراید و روزنامه‌ها همکار قلمی بوده و نوشته های مملو از حقایق در روزنامه های کابل که چاپ شده است نیز دارد. جناب آقای عبدالنصیر بخشی فعالیت های چشمگیر و زیاد را در حوزه ادبیات فارسی انجام داده است که به خاطر محدودیت وقت در برنامه ادبی نیستان ما نمی توانیم با آن بپردازیم و بیشتر با خودش مکالمه و مصاحبه داشته باشیم. و خیلی خرسندیم که امروز جناب آقای عبدالنصیر بخشی دعوت ما را پذیرفت و در برنامه ادبی نیستان که متعلق به شاعران و ادیبان و نویسندگان این میهن می باشد تشریف آورد و قدمشان را خوش آمد عرض می کنیم. خیلی خوش آمدین، حضور شما را خیر مقدم عرض می کنیم و مفتخریم که امروز از نزدیک با چهره فعال شما آشنا می شویم و افتخار بزرگتر از این که شما را برای مردم افغانستان، مخصوصا برای دوستداران حوزه ادبیات و شاعران جوان
به معرفی میگیرم. بازم خیلی خوش آمدین، قدم شما را خوش آمد عرض میکنیم. زدل باز دارم بنامی خدا، زدل باز دارم بنامی خدا، سخنهای ناگفتهی با شما، خدایی که فانوس خورشید را، خدایی که فانوس خورشید را فروزان نگه داشته در هوا، خدایی که از مرگ یک مورچه، خدایی که از مرگ یک مورچه بپرسد زی پیر و جوان و بچه، خدایی که از مرگ یک مورچه بپرسد زی پیر و جوان و بچه. با عرض سلام و حرمت خدمت تمامی شما دوستان گرامی، همکاران محترمتان، مجری بسیار موفق و مبارز و تمام بیننده های محترم شبکه رادیو تلویزیون راه فردا، آرزو دارم صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار و آفات زمان در امان باشین. بسیار زیاد تشکر از شما که در برنامه وزینتان فرصت گذاشتین و با ما در واقع زمینه مساعد کردین که گفتو شنودی داشته باشیم. تشکر میکنم. بپردازیم به سوالاتی که در برنامه مطرح شده که بیشتر با شما آشنا شویم و ضمن بیوگرافی که برای بینندگان و برای دوستان عرض کردیم یک معرفی ابتدایی حاصل شد. انشاءالله ما در برنامه های بعد از حضور علمی شما نیز کسب فیض کنیم و دوستان علاقمند به شعر و ادب نیز از بیانات علمی شما نیز استفاده نماید. خدا رو شکر که امروز یکی از شاعران جوان را ما با خود داریم که هم شاعر است و هم ادیب. چون تعداد زیاد از شاعران جوان ما امروز که در مصاحبه با ما تشریف میارن، مصاحبه میکنن، خلاف رشته هن. چون حوزه شعر و ادبیات در کنار هم در واقع لازم ملزوم هم دیگرن. اگر ادبیات را آدم به درستی نخوانند و اصطلاحات ادبی را آشنایی نداشته باشد، خب پس شعرم گفتنش سخت میشه. و امروز جای افتخار است که شما هم شاعر هستین و هم کارشناس مسائل ادبی. ماهیت شعر چیست جناب استاد و یک شاعر برای سرودن شعر خوب باید چی ویژگی‌ها رو داشته باشه؟ اساساً حقیقت شعر و واقعیت شعر آن است که در واقع یک الهام خداوندی و یک قریحه خداوندی که در شاعر دمیده میشه و به قول مولوی یک خردی که فراتر از خردهای کسبی و روزمره است و ریشه در خرد کلی یا همان تجلیات خداوند داره. در حقیقت شعر که در وجود شاعر میدمه و شاعر همو سونامی درونی خود را که در واقع شور، هلهله، دغدغه، حاطفه، احساس و تمام در واقع ناگفته های درونیش است، با اینمی الهام شعری که از جانب خداوند از در وجود شاعر، بالاخره اینها را در قالب ژانرهای ادبی بیان میکنه و گاهی اوقات چنان این سوزها، دردها، حسرتها و آه درونی شاعر بزرگ، وسیع و پهناور است که در واقع در قالب ژانرهای ادبی نمی گنجد. همان گونه که مولانا جلال الدین محمد بلخی، مثلا ما مصداقش داریم که در واقع وقتی به عشق متوسل میشه گاهی اوقات از عرف زمان بیرون میره، در عالم بالا سیر میکنه و بر قدسیان آسمان یاهو میزنه، حالاتی را بیان میکنه که گویا اوقات بس و اوقات در واقع بسیار مشکل است که احساس در قالب شعر بیان شوه و شعر پدیده تعریف ناپذیر حساب میشه و تا حال تعریف مشخصی از شعر صورت نگرفته. به این اساس میتونیم بگوییم که یک الهام خداوندی است و شاعر هر قرار از احساس درونی خود شعر را بیان کنه و هر قرار بتانه در واقع در پهلوی نگرش به احساسات درونی حقایق جامعه را بازتاب بته، دردهای اجتماع را بازتاب بته، فرهنگ و تاریخ ملت خود را بازتاب بته که ما مصداقش مثلا داریم از حکیم ابوالقاسم فردوسی که تاریخ و عظمت ملتی را بیان میکنه که دارای اساسات، زبان، ارزش‌های مشترک
هستند که بالاخره سبب ماندگاری حکیم ابوالقاسم فردوسی است. و امروز میبینیم که تاریخ زنده یک ملت بسیار پهناور، یک ملتی که چندین هزار سال تاریخ داره، قهرمانها داره، هویت داره، افتخارات داره و در برابر تجاوزاتی که در او زمان از طرف تازیان صورت میگیره، این شاعر توانا کوشش میکنه که در برابر اینا با زبان ادبیات، با زبان شعر، حقارت و زبونی دشمن را در واقع به تصویر بکشه و هویت خود زنده بکنه. به همین دلیل است که شعر در خدمت فرهنگ و تاریخ ارزش‌ها قرار میده. به همین دلیل است که شاعر ماندگار است. بنابراین شعر خوب میتونه که در واقع آینه تمام نمای جامعه شاعر باشه و این یکی از اساسات و اصولی بوده که در طول تاریخ بشر مطرح بس بوده. هر شاعر نامدار که ما امروز ببینیم از این قاعده مستثنا نیست. به این اساس میتونه که شاعر در واقع به عنوان یک انسان رسالتمند، به عنوان یک انسان متعهد در قبال زبان، فرهنگ، ارزش‌ها، داشته‌های معنوی جامعه خود رسالتمند و مسئولیت پذیر باشه و با شعر خود تلاش بکنه که ایره برای نسل‌های بعدی چی بکنه؟ ایره انتقال بده. همان گونه که اگر شاهنامه حکیم طوس نمی بود، ما امروز از نیاکان ما چیزی آگاهی نداشتیم. ما امروز از کیش و مثلا آیین نیاکان ما آگاهی نداشتیم. ما از پهلوانای حوزه زبان و ادبیات فارسی دری آگاهی نداشتیم. پس امروز ما می‌بینیم که پهلوانایی که در واقع در حوزه زبان ادبیات مثل رستم، مثل سهراب، مثل زنان مبارزی چون تهمینه و تمام اینا وجود داشتن، ما امروز توسط شعر حکیم فردوسی میتونیم که اینا را از زندگی و از آزادزیستی از اینا پیام بگیریم و در واقع در راستای ختمش اینا قدم بگذاریم. پس بنان شاعر رسالتمند، شاعر خوب کسی است که در پهلوی دغدغه های درونی شعر را بیاید در خدمت حقیقت جامعه قرار بده. شعر در راستای وحدت و همبستگی و بسیج قرار بده، پیام بده برای مردم که باید در برابر تهاجم فرهنگی استاد شوند، مبارزه بکنند. و این مبارزه تنهایی نیست که ما باید با قلم خود مبارزه بکنیم، با زبان خود، با فرهنگ خود، با ادبیات خود و شعر وسیله خوب برای بقای خود قرار بدیم. دقیقاً بسیار عالی. همونطوری که ما زندگی نامه شعرها را خواندیم و تعریف شعر را بررسی کردیم و از شاعرانی که مهمان ما در برنامه بودن تعریف شعر پرسیدیم، یعنی واقعا به یک تعریف واحد جامع نرسیدیم که یک تعریف بسیار جامع الافراد و مانع الاغیار وجود داشته باشه، ولی به این نتیجه رسیدیم که هر شاعر همون داشته های درونی خیش را و همون وضعیت فعلی که زیست میکنن و زندگی میکنن در قالب شعر برای تلاشش بر این است که در نسل بعدی خود به وجه احسن تقدیم کند و رسالت شاعری خود را در قالب شعر و چینش جملات ادبی تحویل جامعه بعد از خودش نماید. در واقع ما به این نتیجه میرسیم که شاعران نقاشان خوب جامعه است که تمام بدی ها و خوبی ها و درد و رنج مردمش را به بهترین شکل نقاشی میکنند و تحویل جامعه میدن. خیلی ممنون، سپاسگزار، استفاده کردیم، واقعا بیانات زیبایی داشتین. در لابلای صحبتتان یاد کردین شعر ماندگار و اشعاری که بزرگان سرودن و تحویل ما دادن و ما رسالت ما امروز است که این شعر را با همون خوبی ها و با یک سری امتیازات بیشتر از زمان گذشته خود تحویل نسل بعدی خود دهیم. جناب آقای بخشی عزیز، با شرایطی که امکانات خیلی ابتدایی بود در دوران مولانا بلخی، سنایی غزنوی، خب حافظ شیرازی، شعرهای مثل پروین اعتصامی، همه این بزرگواران و پیشکسوتان حوزه ادبیات که شعر گفتن و اشعارشان هنوز ماندگارند، ما میخواهیم از شما بدانیم به عنوان یک کارشناس مسائل ادبی و به عنوان یک شاعر جوان و نخبه این میهن، فعلا شعرها چرا کمرنگ شدن در بین جامعه؟ فعلا مثل سنایی غزنوی، مثل مولانا جامی، مثل بلخی ما نداریم،
با وجودی که او زمان چندان امکانات نبود و اشعار از اونا فعلا هم به عنوان یک اشعار ماندگار برای ما زبان زد است و کتابشان در خانه های همه ما وجود دارد، امروز میخواهیم بدانیم که چرا شاعران با امکاناتی و تکنولوژی فراوانی که در اختیارشان هست اشعارشان آنچنان جایگاه ندارند. بسیار زیاد تشکر و سپاس از این پرسش بسیار بنیادی. حقیقتا وقتی ما سخن از دیروزی ها میزنیم، در طول تاریخ حوزه زبان و ادبیات فارسی که از رودکی آغاز میشه و تا امروز ما شاهدش هستیم، تحولات بسیار زیادی در حوزه زبان و ادبیات فارسی به وجود آمده، ولی متاسفانه پس از دهه 80 ما شاهد یک جریان در واقع در افغانستان خاصتاً بودیم، جریانی که من او را به نام رسالت گریزی نام میتونم، جریانی که شعرها عرض اندام کردن و به یک بارگی محتوار را بردن به طرف حاشیه، در حالی که از شخصیت های بزرگی که شما یادآوری کردین، مثلا سنایی غزنوی که اولین بار عرفان و تصوف به عنوان یک جنبش در واقع ایجاد کرد و پس از او عطار نیشابوری آمد تئوری مطرح کرد و بعد مولانا که ای را به سکوهای شامخ تاریخ رساند و پس از او شعرهای بسیار ماندگاری عرض اندام کردند، مثلا همزمان با اینا مثل حافظ شیرازی یا عارف رند مشرب و همچنان سعدی شیرازی که معلم اخلاق محسوب میشه و واقعا امروز ماندگار است و سعدی به عنوان یکی از پیشکسوتان حوزه زبان و ادبیات فارسی تا به امروز در جامعه ماندگار است و ما وقتی از غزل حافظ صحبت میکنیم، شما فکر بکنین که از او زمان تا به امروز حافظ هیچ کهنه نمیشه در میان شاعران، هر روز وقتی ما شعر حافظ میخوانیم احساس میکنیم که شاعر امروزی است، غزلش امروزی است، چنان با محتوای زیبا و ظرافت‌های زیبای شاعر مشرب غزلیات ماندگار از خود بر جا گذاشته که تا به امروز علاقمندای خود در حوزه ادبیات داره و پس از امروز تا قرن‌های بعد غزل حافظ غزل ماندگار است. و همو گونه وقتی ما میاییم وارد دهه مشروطیت میشیم، مثلا در افغانستان و در حوزه ایران زمین، مثلا ما شاعرهای بسیار رسالتمندی را میبینیم از قشر اوناس که واقعا بسیار خوب درخشیدن، مثل فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، که فروغ در واقع یکی از زنان مبارزی هست که احساس زن را، درد زن را و اون نابسامانی هایی که در او اثر وجود داشته و او فریاد را در قالب شعر میریزه. پس ما میبینیم مشترکات بین حوزه زبان و ادبیات فارسی دری که همیشه این مشترکات وجود داشته و باید ما شعر را در خدمت اجتماع قرار بدیم. ما باید امو میراث هایی که از گذشته بر ما مانده، اندیشه های سنایی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، شاعران کلاسیک، ما باید اینها را در واقع حداقل اگر نمیتونیم که مثل اینا باشیم، همین رسالت را تداوم ببخشیم، همین محتوا را در واقع ادامه بدیم، گسترش بدیم، حتی اگر گسترش داده نمیتونیم حداقل میراثدار از این باشیم، که متاسفانه امروز محتوای ما میره بیشتر در بسا موارد به بسای کلیشه‌ای. حتی شاعران نوی که در حوزه غرب عرض اندام کردن، مثل نیما یوشیج، مثل سهراب سپهری و امثال اینا، اینا همه اگر قالب جدید ساختن، محتوای ارزشی بود. مثلا نیما در شعر ای آدم ها درد اونمو جامعه را باستاب میته که او درد امروز است، دردی که برخواسته از زبان یک انسان است که در مشکلات گیر آمده، در فقر بسر میبره، در حال غرق شدن است و همگی او را تماشا میکنه به جای از اینکه دست از او را بگیره. امروز در همچو شرایط در واقع ما قرار داریم که باید دستگیر هم باشیم، باید به هم نوان خود کمک بکنیم، باید ما در واقع اونمو رسالت شاعرانه را، اونمو رسالت در واقع انسانی را و اونمو
در واقع مشترکاتی که در جامعه نیاز هست باید اونمو را مثل شاعران گذشته بیاییم در قالب‌های جدیدی که مطرح می‌سازیم باستاب بدیم، که متاسفانه این وضعیت در افغانستان جریان داره و بیشتر پس از دهه 80 در افغانستان حاکم شد. پس اساس و بنیاد کار ما باشه که ما من حیث یک انسان رسالتمند بیاییم رسالت واقعی شاعر در قالب شعر بریزیم و دردهای جامعه همچنان بپردازیم. تنها از فردگرایی شعر بکشیم به طرف جامعه گرایی، به طرف حقیقت، به طرف راستی، به طرف انسانیت، و شعر به این مسیر سمت بتیم که ما ماندگار شویم و تاریخ زنده از فراز و نشیب‌های جامعه ما را باستاب بتیم که این به عنوان یک تاریخ در قالب شعر باقی بمانه تا نسل‌های بعدی در واقع چگونگی سیر تکامل جامعه ما را برای از اونا در واقع باستاب بتیم که اونا هم آگاهی داشته باشن از تحولات سرزمین ما. واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار زیبا و متین و علمی شما. جناب استاد یادآور شدین که شاعران قدیم با مقالب هایی که وز شد 10 قالب مشهور یا 19 قالبی که ذکر شده و انواع شعرم که خیلی زیاد است ما نمی پردازیم به اونا، بیشتر کدام قالب شعر پاسخگو هست برای جامعه که یک شاعر ارزندام بکنه و داشته های درونی و فکری خود را به عرضه بگذاره و در اختیار جامعه قرار بده؟ و خود شما مخصوصا در کدام قالب ها بیشتر شعر گفتین؟ بسیار زیاد تشکر. اساسا صادقانه باید عرض بکنیم که زبان فارسی دری چنان یک زبان پهناور است، چنان یک زبان لایتناهی است و چنان یک زبان در واقع ارزشمند است که اگر ما ایره به اقیانوس بیکران هم در واقع تشبیه بتیم باز هم در حقش در واقع کوتاهی کردیم. در طول تاریخ ما قالب‌های بسیار وسیع را شاعران ما تجربه کردند و تا امروز ما شاهد هستیم که قالب‌های بسیار زیادی در حوزه زبان و ادبیات فارسی دری وجود داشته و شاعران هر کدام در مقاطع مختلف تاریخی به این قالب‌ها پرداختند. هر شاعر نظر به دید و ظرفیت قالب‌ها در واقع در هر کدام که خود را راحت احساس کرده پرداخته. مثلا قالب غزل بیشتر بحث‌های عاشقانه و مفاهیم درونگرایی را شعرها در قالب غزل پرداختند و تا به امروز غزل به عنوان یک فرم و یک ژانر قوی ماندگار هست و در واقع همو گونه قالب مثنوی هم از قالب‌های بسیار وسیع زبان و ادبیات فارسی است که در واقع مولانا جلال الدین محمد بلخی مفاهیم عرفانی را به این دلیل که بیت به بیت قافیه ها تغییر میکنه در این قالب لایتناهی باستاب داده و همچنان شاعرانی که در واقع بعد نیما پرداختن به قالب های جدید. در واقع هر شاعر نظر به برداشت دید یا علاقمندی که به قالب ها داره و در هر کدام که خود را راحت احساس میکنه در واقع مفاهیم را باستاب میته و دردها را باستاب میته و امو احساس خود را باستاب میته. شخصا من بیشتر زیاد که دوست دارم قالب مثنوی را و در پهلوی مثنوی قالب غزل را که در واقع یک قالب بسیار وسیع و فراگیر و در عین حال بسیار گیرایی داره در میان قالب های شعری و تا به امروز قالب غزل در حوزه زبان و ادبیات جایگاه خود داشته، با وجودی که مثلا وقتی شعر نو وارد حوزه زبان و ادبیات شد خیلی تاثیرگذاری داشت، حتی بالای قالب های مثنوی و قطعه و در واقع ترکیبند و ترجیبند و ربایی و دو بیتی و اینا را هم به اصطلاح تحت تاثیر قرار داد، ولی یگانه قالبی که توانست در برابر قالب نو در واقع قرار بگیره و دوش با دوش از او حرکت بکنه و در جامعه ماندگار باقی بمانه تنها قالب غزل بود که تا امروز هم غزل سرایان ما بسیار زیاد خوب می درخشند، هم در حوزه افغانستان، هم در حوزه ایران و هم در حوزه تاجیکستان که می بینیم
قالب غزل بیشتر کارایی داره و من هم بسیار دوست دارم قالب غزل را و بعد از او بیشتر قالب مثنوی. غزل را بسیار خوب توصیف کردید که واقعا یک قالب بسیار خوب و یک قالب بسیار بروز امروز هست که جوانان امروز به این رو آورده و جامعه هم بیشتر از غزل استقبال کرده. اگر یکی دو تا اشعاری که سرودین تقدیم کنین برای دوستان بیننده خیلی خوشحال میشیم که نوای گرم و دلانگیز شما را بشنویم. بسیار زیاد تشکر. چسان ورق بزنم خاطرات دیرینم، چسان ورق بزنم خاطرات دیرینم، چسان رها بکنم دست یار شیرینم، چگونه خاطر ناشاد شاد و تازه کنم، چگونه خاطر ناشاد شاد و تازه کنم، چسان نظاره به این لاله ها و سبزه کنم، چگونه یار دل آزرده را صدا بکنم، چگونه یار دل آزرده را صدا بکنم، چگونه عشق خودم را رها رها بکنم، چگونه دل بکنم از نسیم دانشگاه، چگونه دل بکنم از نسیم دانشگاه، چسان گزاره کنم بی شمیم دانشگاه، چگونه سینه پردرد پاره پاره کنم، چگونه سینه پردرد پاره پاره کنم، برای درد ضمیرم چی راه و چاره کنم، چگونه شرح دهم بهر این محصل ها، چگونه شرح دهم بهر این محصل ها، ز بی وفایی و از قلب سنگ جاهل ها، چسان رها بکنم دامنی درختان را، چگونه دفن کنم جلوه های جانان را، چگونه دل بکنم از نسیم باغچه ها، چسان فرو فگنم من گلیم باغچه ها، چگونه پاس گل سرخ را تبسم را، چگونه پاس گل سرخ را تبسم را، چگونه چسان فرو بنهم توته های قلبم را. بسیار عالی، احسنت، ماشاءالله، خیلی هم قشنگ. واقعا که این روز ما پی بردیم همین که میگه ادبا و شعرا با جملات خوب و علمی و ادبی و قشنگشان دل آدم را خب در اختیار خود قرار میده. شما که نتونستین این دلتنگی و جدایی را تحمل کنین با دانشجویان و رفقایی که در دوران لسانس پیدا نموده بودین، واقعا خداحافظی با یک جمع و جماعت سخت از خصوص رفاقتی که در دوران تحصیل برای آدم ایجاد میشه. امروز ما اعتراف بکنیم به محضر بینندگان عزیز، ما دوست داریم ساعتها در اختیار شعرا و ادیبا باشیم، از بس شیرین صحبت میکنن، از بس صحبتهای جامع و جالب دارن که در واقع شاعر باید یک فی‌البداهه شعر بسرایت هایی که جدایی ما و شاعران را هم در قالب شعر بیان کنه. خیلی خوشحال شدیم جناب آقای استاد بخشی عزیز و یک بار دیگر قدم شما را خیر مقدم عرض میکنیم. استفاده کردیم از بیانات شما. خلاصه چون وقت برنامه به اتمام رسیده، انشاءالله در برنامه های بعدی با موضوعات جدید هم در خدمت شما باشیم. خلاصتا یک بسیار پیام کوتاه برای دوستان ادیب و شاعر جوان این سرزمین که در افغانستان قرار دارن و یا در بیرون از افغانستان برنامه ادبی نیستان را بینندهن و دوست دارن که یک پیام از شاعری که فعلا در افغانستان شعر می سرایه داشته باشین خدمت بینندگان. بسیار زیاد تشکر از شما هم که در واقع فرصت برای ما مهیا کردیم و زمین سازی کردیم. فقط می خواهیم یادآوری بکنم که مطابق به دین مقدس اسلام و اساسات اسلامی هر کس دوست داره و حق داره که زبان خود دوست داشته باشه، ولی به معنای از این نیست که دوست داشتن زبان دشمنی با زبانهای دیگر است. هر کس حق داره زبان خود دوست داشته باشه و همان گونه که خداوند
ما را با زبانهای مختلف آفریده، ما حق داریم که زبان خود را دوست داشته باشیم، برای غنامندی زبان خود کار بکنیم، برای غنامندی زبان و شعر خود تلاش بکنیم. حقیقتا پیام ما برای همه جوانان شاعر این است که برای وسعت زبان خود، برای بکارگیری کلمات اصیل زبان خود باید همیشه تلاش بکنند و برای غنامندی شعر فارسی دری تلاش بکنند و همیشه به عنوان یک انسان متعهد، به عنوان یک انسان رسالتمند و به عنوان یک شاعر درد دیده همیشه تلاش بکنند که شعر، زبان و ادبیات در خدمت جامعه قرار بدهند و به این طریق آینه تمام نمای دردها، مشکلات و فراز و نشیب‌های سرزمین خود باشند. فقط پیام ما این است که ما زبان خود را دوست داشته باشیم، فرهنگ خود را دوست داشته باشیم، هویت خود را دوست داشته باشیم و در هر مقطع تاریخی مدافع از او باشیم و پشتیبان از او باشیم و برای غنای هرچه بیشترش تلاش بکنیم. فقط پیام ما همی بود و من از خدای جهان خواه همین چونین باشی، من از خدای جهان خواه همین چونین باشی، بر رنگ نغمه دریا چه در تنین باشی، بر رنگ نغمه دریا چه در تنین باشی. ستاره ها به زمین سر فرو نمی آرند مگر شبی که تو در خطه زمین باشی. خدای را مه من یک نگاه بخند و بفهم، خدای را مه من یک نگاه بخند و بفهم، خسوف رخ ندهد هر قدر حزین باشی، خسوف رخ ندهد هر قدر حزین باشی. خیلی ممنون، سپاسگزار. استفاده کردیم از بیانات جناب آقای بخشی و همچنان از دکلمه های قشنگی که داشت و صحبت های علمی شان، واقعا راهکارهای جدیدی برای شاعران و ادیبان میده و این صحبت ها امیدوار کننده هست و امید بخش است. نهایت استفاده کردیم از حضور سبز جناب آقای بخشی که امروز در برنامه مهمان ما بود و مفتخریم که این چهره را برای شما معرفی کردیم و تشکر و سپاس بیکران از حضور همه شما عزیزان که تا این دم با حوصله‌مندی تمام برنامه ادبی نیستان را بیننده بودین. نهایت سپاسگزارم و شما را تا یک برنامه دیگر و فرصت دیگر که در اختیار شاعران فعال افغانستان قرار بگیریم به خدای پاک می سپاریم. الله نگهدار شما. بدرود.